وسوسه های مختلف این روزها جوانان رو جذب خودش میکنه. بسیاری از این وسوسه ها توسط گروه های همسال و در مدارس شکل میگیره. این روزها گنگ ها و گروه های مختلفی در شهرهای مختلف ایالات متحده فعالیت میکنن که با اشکال گوناگون نوجوانان رو به سمت خودشون جذب میکنن. شناخت راهکارها و روش های جذب یکی از راه های مبارزه با این گروه هاست. اما همکارمان حسن سربخشیان گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میبینیم. زندگی در جامعه پیچیده‌ای همانند امریکا که تنوع فرهنگ‌های بسیاری را شامل می‌شود، همواره تهدیدات بیشماری را متوجه نوجوانان و خانواده‌ها که با این محیط جدید آشنا نیستند و همراه دارند. به همین جهت ایرانیان نیز در تلاش برای تطبیق بیشتر خانواده‌ها در این محیط، مراکز مشاوره‌ای و خدماتی برپا داشته و به برگزاری جلسات آموزشی مهارت‌های زندگی می‌پردازند. شورای مددکاران برون‌مرزی موسوم به ESSR طی جلسه‌ای با حضور خانم‌ها الهه سالور مشاور خانواده، گلاره بصیری مشاور مواد مخدر و همچنین علی سپهری افسر ایرانی و عضو پلیس آمریکا طی جلسه‌ای در ایالت ویرجینیا نسبت به شناخت بیشتر نوجوانان و همچنین ورود آنها به گنگ‌های خطرناک هشدار دادند. وقتی بچه‌ها کوچیک‌ترن میگن مای مام اند داد نو اوریثینگ. بعد اینا تا یه سنیه بعد میان میگن که مای مام اند داد دونت نو انیثینگ، یعنی اصلا قبول ندارن ماها رو. بعد یه سن بالاتر که میرسن دوباره مشکلاتشون I have to talk to my mom, I have to talk to my dad. بچه‌هایی که هیچ نوع رولی قانونی تو خانواده‌اشون نیست، بچه‌های unhappy هستن، اصلا خوشحال نیستن از این مسئله، چون میگن هیچ کس اصلا از ما سوال جواب نمی کنه، پس در نتیجه کیر نمی کنن. کسی نیست که اصلا بخواد بدونه من کجا میرم، کجا میام و برنامه زندگیم چیه. بعضی وقتا ما میگیم به بچه هامون گوش میدیم، ولی در حقیقت گوش نمیدیم. اونا حرف میزنن و میدوننم که ما گوش نمیدیم. به اصطلاح 3 نفر و بیشتر که لباس یه جور میپوشن، طرز فکر یه جوری دارن، گنگ رو تشکیل میدن. ولی خب گنگ هم خوبش هست هم بدش هست. در حقیقت خود پلیسا همشون یه گنگ هست. ماها که الان اینجاییم ماها یه گنگیم. آتش نشانه ها یه گنگ. تمام دکترا یه گنگ. ایرانی ها خیلی هاشون ولی عده‌ای رفتن تو گنگ، نمیدونم سیاه ها رفتن، نمیدونم سفید ها. اصلا دیگه مثل قبلا نیست. بله همه شروع کردن به صدا این گنگ های بزرگ مثل MS-13. MS-13 اسمش هست مارا سالواتروچا. 1980 بعد از به صدا جنگ داخلی السالوادور، این گروه گوریلا و اینایی که توی السالوادور می جنگیدن با دولت و اینا یه گنگ درست کردن. 13ش هم به خاطر اینه که توی لس آنجلس این گنگ از توی خیابون 13ام شروع شد. خیلی گنگ خطرناکیه، ولی تنها گنگی نیستش که وجود داره و خطرناکه. توی فرفکس کانتی حدوداً بالای 1500 نفر ما داریم که توی گنگ هستن. بیشترین کارهایی که میکنن اموال مردم رو از بین میبرن، با از این کنای اسپری چیز میز روی دیوار مینویسن، نمیدونم بعضی از کارهای مثلا دزدی های مسلحانه، نمیدونم همونجوری که گفتین مواد مخدر، از این چیزا، دعواهای با مثلا چاقو و نمیدونم تفنگ و از این برنامه ها. ولی MS-13 تنها گنگی نیستش که ما داریم، گنگ های دیگه هست مثل SSL Southside Locals، نمیدونم Crips, Bloods, F**k Nation, People Nation, 18th Street, Latin Kings. چند تا گنگ مثلا برید خیابون هالیوود توی از راوت 29 اونجا برید، 3 تا گنگ مختلف توی 3 تا منطقه مختلف هم دمه هم. نمیدونم یکیشون چرچ بویز 43، نمیدونم اسمای مختلف هم دارن برای خودش. سنی که بچه ها وارد گنگ میشن فکر میکنین چند سال هست؟ کمتر، حتی 11 سال هم شده که وارد گنگ شده. خیلی موقع ها وارد گنگ میشن به خاطر اینه که پدر و مادرشون وارد گنگ بودن قبلا،
اینا هم اتوماتیک وارد گنگ میشن. خیلی موقع ها توی جامعه به اصطلاح وقت اضافه زیاد دارن، نمیدونم انقدر از طرف مدرسه و مردم قابل توجه نیستن، وارد گنگ میشن. چرا؟ برای اینکه میخوان جلب توجه کنن. سعی میکنن همه چی رو خیلی درست ست کنن با هم. مثلا MS-13 ها اونا آبی و سفید میپوشن. خیلی موقع از این بسا دورگا هست میذارن رو سرشون و اینا، اینه مثلا رو سری میپوشه پسر و اینا. شما میبینین یه بچه ای دارین مثلا خیلی لباس های معمولی داره، مثلا خاکستری و قرمز و نمیدونم همه رنگ داره. بعد یه اتفاقی میفته، میبین الان دیگه فقط داره آبی میخره و سفید، یعنی دیگه هیچ رنگ دیگه تو این کلازته این غیر از به اصطلاح لباسایی که قبلا داشته شما پیدا نمیکنین، همش آبیه یا سفید. این یه چیزیه که میتونیم بگین خب این ممکنه پسر من توی گنگ باشه، این خالکوبی هایی که میکنن روی بدن. بعد دراگ یکی از دلایل دیگه ای هستش که به اصطلاح وارد گنگ میشن، ولی خیلی ما دراگ رو توی فرفکس کانتی خوشبختانه نمیبینیم واسه وارد گنگ شدن. همیشه ما به عنوان پدر مادران نمیدونیم که بچه‌هامون استفاده میکنن یا نمیکنن. تو محیط مدرسه چون اولین چیزی که یک شخصی که بحران هویتی داره، چون همیشه ناآرامه، دلش میخواد یه چیزی رو پیدا کنه که آرامش برای خودش ایجاد بکنه، یا اگه آدم غمگینیه دوست داره خوشحال باشه، یا اگه نمیتونه با بچه‌های دیگه رابطه برقرار بکنه سعی میکنه بره یه چیزی رو که بچه‌های دیگه باش راحتن و از اون استفاده میکنن، از این طریق دوستیاشو پیدا بکنه. و متاسفانه خیلی از این علائم با علائم دیپرشن خیلی قاطیه و خیلی سخته که آدم بتونه اینا رو تشخیص بده.